عمر عثمان معروف به ابو قتاده روحانی تندروی مسلمان روز یکشنبه از بریتانیا به اردن بازگردانده شد. وی توسط یک هواپیمای نظامی به اردن فرستاده شد و مقامات این کشور نیز ورود او را به پایتخت اردن تایید کردند. استرداد وی به اردن پس از توافق میان این کشور و بریتانیا میسر شد. در این توافق اردن تضمین کرده که از اعترافاتی که از ابو قتاده تحت شکنجه گرفته شده در دادگاه علیه او استفاده نکند. ابو قتاده در حالی برای حضور در دادگاه به اردن مسترد شده که با اتهاماتی چون طرح عملیات بمبگذاری در این کشور روبروست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره خروج او گفت: این موضوعی است که همانند دیگر کشورها خون ما را به جوش آورده بود. مردی که حق ورود به کشور ما را نداشت و تهدیدی برای ما به شمار می‌رفت و استردادش نیز با مشکلات بسیار و در زمانی طولانی ممکن شد، اما در نهایت این کار را انجام دادی. این روحانی بنیادگرا پیشتر نیز اعلام کرده بود که به شرط محاکمه عادلانه حاضر است به کشورش بازگردد.